در این ویدیو میخوایم روی دیزاین جدول ها صحبت کنم و شما میآموزین که چطور بتوانید در برنامه اکسل جدول های منظم دیزاین کنین و همچنان اگر خواسته باشین که دیزاین جدول ها رو چنج کنین با چند کلیک یا یک کلیک میتونید دیزاین جدول هایتان رو چنج کنین. سلام، عارف حسینی هستم، به کانال آی تیویت خوش آمدید. به طور منظم هفته چندین ویدیو در کانال آی تیویت اپلود میکنم. اگر تا هنوزم کانال سابسکرایب نکردین، کانال سابسکرایب کنید و علامت زنگ فشار بدین. به هر حال نظر داشته باشید در قسمت کامنت مطرح کنید. میپردازیم روی موضوعات. خب جدولی که اینجا شما میبینین تا هنوز دیزاین نکردیم، ساحه نیم از جندر است، بلافاصله ساحه را داریم به نام توتال سلری. میم جدول خود مکمل به خاطر دیزاین کردنشان جدولتان انتخاب بکنین، بعدش هم بالای موضوعی به نام فرمت از تیبل کلیک کنین و بعدش هم بین مشخص کنین که چه قسم دیزاین میخواین. من این استایل انتخاب میکنم. بعد از اون در این حالت بالای گزینه به نام اوکی کلیک کنین، مشکل رفع میشه، در جدول شما دیزاین میگیره. یادتون باشه چیزی که میخوایم مشخص کنم، ممکن ساحه رو انتخاب نکرده باشین، در ساحه کلیک کرده باشین، بعدش هم بالای فرمت از تیبل اگر کلیک کنین هم ساحه انتخاب کده شما را به جدول تبدیل میکنه. میبینین کلیک میکنم اوکی، ساحه استایل جدول گرفت. این کار نامناسبی است. پس در صورت اگر در جایی کلیک کردین میخواین جدولتون دیزاین بگیره، بالای فرمت از تیبل اگر کلیک کردین یک استایل انتخاب کردین، بعد از یادتون باشه با این دو تنظیمات باید آشنایی داشته باشین. میبینین در قسمت بالا برتون مشخص کرده، میگه بگوین جدول شما کجاست. حالا خب برای فعلا سیلی که انتخاب شده کی 8 است، اونجا اگر متوجه باشین من می مکمل جدول خود برش معرفی میکنم. ابتدا جدولتان انتخاب میکنین، بعدش هم برای برنامه اکسل بفهمانین که آیا جدول شما عنوان داره نداره. فعلا از شما سوال میکنم، جدول ما عنوان داره نداره؟ بله عنوان داره، جندر پست سیتی عنوانش است و من میبینین باید این آپشن رو چک بزنم. اگر چک نزنین باز بالای گزینه برنامه اوکی کلیک کنین به این مشکل برمیخورین. عنوان شما رو من حیث محتویات برنامه اکسل میبینه، بعدش هم کالم یک، کالم دو، کالم سه اضافه میکنه که شما اونجا میتونین مشخص کنین نیم است. بعد از اون می مشخص میکنم مثلا جندر است. بران این کار ما شما برای فعلا درست نیست. پس ما کارسر موندم اینجا، بعدش هم بالای فرمت از تیبل کلیک کردم، استایل جدول خود انتخاب کردم مثلا ایج استایل و بعدش هم میبینید چقدر خوب ساحه رو مشخص میکنم، ساحه انتخاب شد و بعد از اون باید آپشن چک بزنم بگویم که تیبل ما عنوان داره. بعدش هم بالای گزینه برنامه اوکی کلیک میکنم، به نام مشکل رفع است. اینی طور دیزاین جدول تان در صورت خواسته باشین میتونین دیزاین کنین. چند موضوع رو میخوام اشاره کنم. اگر شما خارج از جدول کلیک میکنین آپشن وجود نداره، در صورتی که بالای جدول تان کلیک کنین میبینین ساحه ظاهر میشه برای شما به نام دیزاین. بنابراین از ساحه دیزاین روی تنظیمات جدولتان میتونین کار کنین. اولین چیزی که مهم است اینجا برایتان مشخص میکنم، ببینین اونجا نوشته شده تیبل استایل، یعنی مکمل ساحه ای که اینجا برتان مشخص کردین این ساحه است که استایل جدولتان میتونین از اینجا شما مشخص کنین، انتخاب کنین. مثلا میخوایم استایل نباشه، پس یک کلیک میبینین استایل جدول ما شما چنج شد. بسیار سهولت ایجاد کرده. مثلا کلیک میکنم مثلا این استایل باشه، بعدش هم مشخص میکنم میگم امی استایل اوکی است. بعدش ببینین موضوع دیگه ای که میخوایم برای شما مشخص کنم، زمانی که استایل از این ساحه شما انتخاب کردین، بعد از او گزینه ای را داریم، ساحه ای را داریم به نام تیبل استایل آپشنز. شما درست است استایل انتخاب شد، کدام استایل میخواین کدامش نمیخواین. هر استایل را که میخواستین بین از اینجا چک بزنین و اگر میخواستین که فلان استایل ها نباشه، پس در صورت باید گزینه ها چک نباشه. میخوایم بعض استایل ها باشه، عنوان باید داشته باشیم، پس در صورت بالای هیدر رو کلیک میکنم، این روی که مربوط عنوان میشه باشه. بعدش هم میخوایم که کالم اول متفاوت باشه. میبینین اینجا چون جدول ما شما انگلیسی است، کالم اول متفاوت، نه خیر، میخوایم کالم آخر متفاوت باشه، یا آپشن رو میتونین چک بزنین. بعدش ببینین دو گزینه فوق العاده مهم ما شما اینجا داریم، یکی میتونین شما از بندد رو استفاده کنین، یکی هم میتونین از بندد کالم استفاده کنین، ذوق خودتان که از کدامش استفاده میکنین. اگر میخواین که کالم های شما یک در میان متفاوت باشه، گزینه بندد کالم چک بزنین. اگر میخواین که روها یک در میان متفاوت باید باشه، گزینه بندد رو چک بزنیم. به هر حال برای فعلا به نظر من که از بندد رو استفاده کنیم کمک میکنه. چرا؟ مثلا میبینین امید در کجا کار میکنه؟ بسیار سریع تشخیص دادیم امید در تهران کار میکنه. امید ماش چند هزار است؟ امید ماشش 23500 افغانی است. الانسش چقدر است؟ 22600 افغانی است. پس به صورت کلی اگر روها رو ما شما بندد بگیریم، در تفکیک دیتا ما شما رو معمولا کمک میکنه.
یایسان باشه. اینجا میبینین بتنک هایی که ما شما داریم به خاطر انالایز کردن یا فیلتر کردن دیتا معمولا استفاده میکنیم. میخواییم او بتنها نباشه، چکش بالا کنین. در ویدیوی بعدی روی فیلتریشن، روی انالایز دیتا مفصلا صحبت میکنیم. به هر حال برای فعلا میخواییم که فیلتر بتنها به صورت کلی نباشه. اما در سمت چپ یایسان باشه، در این قسمت میبینید نام تیبل شما مشخص شده. تیبل ما تیبل 6 است. ما میخوایم بگوییم که سیلری است. بر فرض مثال نامش را چنج میکنیم سیلری. در آینده وقتی که از فانکشن ها استفاده میکنین نام جدول شما اهمیت پیدا میکنه. میبینین اینجا می مشخص میکنم علامه مساوی از یک فانکشن استفاده میکنم. به مجردی که مشخص کردم سیلری، جدول ما شما را تفکیک کرد. پس یادتون باشه زمانی که کار میکنین در ساحه دیزاین، بعضیا میگه که ساحه تیبل نیم اهمیت نداره. بله اهمیت داره، ضرورت میشه که از او گزینه استفاده کنین. در مواردی ضرورت میشه که شما ساحه به نام ریسایز تیبل استفاده کنین. چی وقت؟ بر فرض مثال برای فعلا میخوایم در جدول ما و شما ساحه نیم باشه و اولین قسمتی که باشه ساحه سیلری باشه. پس الانس و توتال سیلری میخوایم از جدول کشیده شوه. پس برای این کار بگوین ریسایز تیبل، جدول خود دوباره سایز میتیم. بالای گزینه به نام ریسایز تیبل کلیک میکنم و بعد از سایز قبلی رو پاک میکنم. بین بک اسپیس پرس کنیم، سایز قبلی پاک میشه. برای فعلا میگم یعنی قدر ساحه خاصیت تیبل داشته باشه. بعدش هم بالای گزینه به نام اوکی کلیک میکنم. چقدر زیبا میبینین دو ستونه ماس جدول کشیدم. نخیر پس میخوایم کلان شوه. مین در ساحه به نام دیزاین میتونین جدولتون رو وسیع کنین. ریسایز تیبل کدام قسمت ها باشه؟ مین مشخص میکنم این قسمت ها باشه به صورت کلی. بعدش هم بالای گزینه به نام اوکی کلیک میکنم، مشکل رفع است. پس میتونین از ساحه ریسایز تیبل جدولتون خرد یا کلان کنین. معمولا میبینین گزینه دیگه ای که مهم است، معمولا شاید ضرورت شوه که ما شما استفاده کنیم، اینجا گزینه است به نام ریموو دوپلیکیت. ولی قبل از ریموو دوپلیکیت موضوعی را داریم، سامرایز ویت پیوت تیبل. پیوت تیبل ها یک بحث جداست. ما در بخش پیوت تیبل یک ویدیو جداگانه تهیه میکنم. به هر حال بعدش هم اینجا گزینه دیگه ای را داریم که هنزر سلایسر. بازم یادتون باشه میبینیم فیلتر بتن فعال میکنم. اینجا دیتا رو میتونیم فیلتر کنیم و میتونیم از با استفاده از سلایسر هم دیتای خود فیلتر کنیم. روی قسمت، روی فیلترشن دیتا، روی انالایز دیتا همچنان یک ویدیو جدا تهیه میکنم. برای فعلا چیزی که برای ما شما مهم است، در بعضی از موارد ضرورت میشه که ما معلومات تکراری را از بین ببریم. پس در اون صورت میتونین از موضوعی به نام ریموف دوپلیکیت استفاده کنین. جدولی که برای فعلا ما شما داریم میخوایم معلومات تکراری به اساس نام از بین بره. بر فرض مثال پس در اون صورت میایم کلیک میکنم بالای موضوعی به نام ریموف دوپلیکیت و بعدش هم میبینین به اساس تمام موضوعات خو نمیشه. پس میایم بالای ان سلکتال کلیک میکنم، میگم که به اساس نیم اگر معلومات تکراری باشه کلا از بین بره. پس دو صورت کلیک میکنم بالای گزینه به نام اوکی، میبینین 11 ولیوی ما تکراری بوده و 5 فعلا 5 ریکاردی که ما شما داریم یونیک است. کلیک میکنم بالای گزینه به نام اوکی، پس مشکل ما شما رفع شد. بعد از این میدونین که اگر معلومات تکراری از یک جدول بخوایم از بین ببریم از ریموو دوپلیکیت استفاده میکنیم. موضوع بعدی کانورت تو رنج است. یک زمان است که جدول شما کارش نهایی میشه و میخواین که جدول شما در حالت عادی باشه. یعنی میبینین زمانی که دیسا ها کلیک میکنم جدول ما حالت شادی، ولی وقتی که بالای جدول کلیک میکنم بازم تیبل دیزاین ظاهر میشه، یعنی خاصیت جدول داره. برای فعلا چیزی که میخوایم مشخص کنم، میگم جدول فاینالایز شد و بعد از این نمیخوایم که وقتی که اینجا کلیک میکنم ساحه دیزاین ظاهر شوه. پس برای این کار میگم کانورت تو رنج، جدول ما شما در حالت عادی تبدیل شوه. کلیک میکنم اینجا، بعدش هم کلیک میکنم یس، مشکل رفع است. برای فعلا میبینین زمانی که اینجا کلیک کنم و یا اینجا کلیک کنم کدام تفاوتی وجود نداره. به هر حال در این جلسه شما با موضوعات آشنا شدین که چطور بتونین جدولتون دیزاین کنین و همچنان اگر استایل جدولتون بخواین چنج کنین، فقط با یک کلیک میتونین استایل جدولتون شما چنج کنین. مفصلا روی تنظیماتش همچنان ما شما صحبت کردیم. اگر از روند آموزش شما خوشتون اومده بنان کانال سابسکرایب کنید و همچنان لینک ویدیوهای آموزشی ما را در شبکه‌های اجتماعیتون به اشتراک بگذارید. سوالی داشته باشید در قسمت کامنت مطرح کنید. لایک ویدیو یادتون نره. خب در آخر چند ویدیو رو برای شما پیشنهاد میکنم. ویدیویی که در روی اسکرین کامپیوترتون میبینین پیشنهاد میکنم یک شب بیننده باشید.